مردم سوال مطرح میکنند چرا وزارت ارتباطات فیلتر شکنها را مدیریت نمیکنه، چرا نمیبنده؟ سوال اینه. یک، بر اساس قانون وظیفه ما نیست، ارائه کنندگان خدمات دسترسی موظفن. دوم، آقای پژمانفر، فرض کنید که صبح فردا از خواب بیدار شوید و کل فیلتر شکنها و وی پی ان ها، فرض محال نیست، همه از دسترس خارج شده باشن، اتفاقاتی که رخ میده رو فکر کنید. استاد دانشگاهی که دنبال مطلب علمی میگرده به دلیل که سایت های وبلاگ به دلیل ملاحظات عمومی شبکه های اینترنتی چون هم سطح هستن و دستبندی انجام نشده مسدود هستن به مشکل بخوره. تاجر ما که میخواد تحریما رو دور بزنه، حساب بانکی پول واریز بکنه، به مشکل میخوره. تمام دیولوپرها و توسعه دهندگان نرم افزار ما که دارن نرم افزار توسعه میدن، به مشکل میخورن. مگه میشه بدون ساماندهی این حوزه ها رفت و با همه این ابزار رو بررسی کرد؟ با این حجم از محدود بودن عمومی دسترسی ها که ما بارها گفتیم اینو طبقه بندی بکنیم، در جلسات مختلف گفتیم، سطح سیستم برای پزشک، برای استاد دانشگاه، برای دانشجو، برای خبرنگار نمیشود با سطح یک کودک 8 سال 9 سال برابر باشد. خب این همسطحی انجام نمی شود. فیلتر شکن به راحتی در کشور فروخته می شود. هیچ برخوردی با این تجارت در کشور نمی شود که پشتش هم معلومه. مگه میشه در کشور در نیورد که چه کسی تجارت فیلتر شکن میکنه در کشور؟ مگه نمیشه پشت این مافیا رو در آورد؟ پاسخ به من وزیر ارتباطات بدانید. نمایندگان میگویند ما قانون نداریم که فیلتر شکن فروشی جرم است در کشور. تجارت چندین میلیاردی، من چند صد میلیاردی تو این حوزه است، کسی جلوشو نمیگیره، میگن وزارت ارتباطات تو بیا برو ببن، زندگی مردم هم مختل شد، خودت جواب بده. این منطقه؟ ما اعتقاد داریم به صیانت از اخلاق، میدانیم رهنمودهای مقام معظم رهبری رو میدانم خیلی خوب درک میکنیم، اما دوستان حل مشکل راه حل دارد. راه حلم نمیشود ابزارهایی که مورد نیاز مجریست بهش ندهیم و بعد بگیم برو این کار انجام بده. السلام علیکم.